سلام عرض کردم خدمت همگی، به خصوص همراهان کلینیک نگاه. امروز ما میخواییم راجع به قسمت تشخیص تصابهی با هم صحبت کنیم، ولی در قالب یک کیس. ما تو ویدیو قبلی حالا راجع به سطح قرنیه و بیماریه که مثلا میتونه سطح قرنیه رو درگیر کنه خیلی صحبت کردیم، و حالا امشب ما میخواییم راجع به یکی از بیماری هایی که میتونه شبکیه و حالا عصب بینایی رو درگیر کنه صحبت کنیم و بهش بپردازیم. ارزم به حضور شما که این سگو تقریبا ما 2 ماه پیش دیدیم توی کلینیک. شکایت اصلی صاحب پت این بود که در عرض مثلا 1 روز سگ من دیگه نمیبینه، و چیزی که به من گفتن این بود که معلومه که چشمش کامل باز شده و به اطراف میخوره و دیگه نمیتونه راهش رو پیدا کنه و غذاش رو نمیتونه پیدا کنه، و از این شکایت ها. حالا ما میخواییم ببینیم که واکنش به نور مردمک چشما به چه صورت توی این فیلم. دقت بفرمایید، حالت عادی ما وقتی نور رو میندازیم توی مردمک باید مردمک ها تنگ بشن، ولی خب توی این فیلم میبینید که مردمک ها ثابت هستن. خب من حالا قبل از اینکه ما الان بریم و به قول معروف فاندوسکوپی بکنیم و ته چشم ما شروع کنیم دیدن، وقتی که این اتفاق میفته قاعدتا مشکل ما دو جا میتونیم حدس بزنیم که هست. یکیش عصب بینایی و یکی دیگر شبکی است. وقتی که رفلکس های بینایی از جمله منس ما تست کردیم به هیچ شما واکنش نشون نمیداد. میبینید که من دستمو میبرم و رفلکس تهدید رو انجام میدم، ولی پلک رو نمیبنده. تو حالت عادی بعد این اتفاق بیفته و پلک بسته بشه. خب توی عکس بعدی من میخوام عکس شبکیه سالم سگو بهتون نشون بدم. دقت بفرمایید، ازم بزرگ شما که بذارید من این لیزرم بیارم. این عصب بینایی سالم هست. شما دقت بفرمایید که شکل چقدر به قول معروف سالم، حال عصب به قول معروف خیلی خوبه، رنگش رنگ پریده نیست و تقریبا رنگش هم بسیار خوبه، و از آن بزرگ شما هیچ گونه بزرگ شدگی ما تو عصب نمیبینیم. شبکیه هم که دقت بکنی هیچ گونه جلو شدگی شبکیه تو این عکس موجود نیست و رگا و همه چی به نظر طبیعی به نظر میرسه. حالا توی عکس بعدی ما عصب بینایی، من دوست دارم شما اینجا دقت بفرمایید بشه. عصب بینایی اگه دقت بفرمایید اطراف عصب، لبه های عصب دیگه معلوم نیست، یعنی لبه های عصب حالت به قول معروف دیستینکت نداره و قشنگ پخش شده. اگه دقت بفرمایید دیگه حالت به قول معروف حالت چیز گرفته، بلری گرفته و تاره، و ولی خود شبکیه به نظر سالم میرسه. پس ما مشکل رو متوجه شدیم که مشکل توی سر عصب هستش. به این عارضه میگن عارضه اپتیک نورایتیس یا التهاب سر عصب، که عصب بینایی رو درگیر میکنه. حالا نکتهش اینجاست که ممکنه شما عصب بینایی رو ببینین درگیریش رو توی فاندوسکوپیتون، و بعضی مواقع هم شما نمیبینین عصب درگیر هست، و بعضی مواقع عصب از جایی که از چشم خارج میشه اونجا درگیره. حالا کارهایی مثل MRI و حالا CT کمتر، ولی MRI بیشتر میتونه کمک کنه به تشخیص شما تو اون موارد اگه شک داشتین. ولی خب تو این مواردی که شما میتونین فاندوسکوپی بکنین و سر عصب ببینین و لبه های عصب بینایی رو چک بکنین ببینین که اصلا تار هست یا مشخص و واضح نیست، به عارضه اپتیک نورایتیس شک میکنین و تشخیص گذاشته میشه اینجا. این چشم یه سگ دیگه است، ولی میخوام بهتون بگم که ببینید الان دیگه اصلا عملا عصب، خود اندازه عصب هم خیلی بزرگ شده. پس اپتیک نورایتیس
هم عصب خیلی بزرگ میشه، هم لبه های خود عصب زیاد دیگه معلوم نیست، خیلی تاره. و اینجا توی این عکس هم این بزرگ شدگی سر عصب و اپتیک نورایتیز همراه با جدا شدگی شبکی هم اینجا شما میتونین مشاهده بفرمایید. حالا این عکسی که من میخوام بعدا تو عکس بعدی نشون بدم، چشم راست همین سگی بود که من توی اسلاید اول به شما نشون دادم. زیاد فرقی نمی کنه، میبینین زیاد لبه های عصب خوبه، به نظر همه چی سالم میرسه، ولی وقتی شما فاندوسکوپی میکنین میبینین که یه کمی این رگا اومدن به سمت شما. یعنی اگه از بغل شما بخواین نگاه بکنین، به جای اینکه مثلا عصب اینطوری صاف باشه و توی یک نما باشه با شبکیه، یه کمی اومده به سمت جلو. امیدوارم که بتونم اینو من توی این عکس مفهومش رو برسونم، چون وقتی شما خودتون به قول من فاندوسکوپی میکنین با لنز و یا حالا افتالموسکوپ مستقیم، قشنگ اینه متوجه میشین که سر عصب اومده یه کمی به سمت شما، به جای اینکه توی پلین و توی مسیر با شبکیه باشه. اینو میخواستم باتون در میون بذارم که ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که از آن بزرگ شما توی مواردی که نابینایی به وجود میاد حتما فاندوسکوپی لازم هست و باید حتما فاندوسکوپی انجام بدیم و از سلامت شبکیه و از سلامت عصب بینایی شما حتما باید اطلاع داشته باشید. خیلی ممنونم از توجهتون. حالا انشاءالله توی جلسات بعدی راجع به شبکیه کمی صحبت میکنیم، جدا شدگی شبکیه و عواملش، و توی جلسه هم انشاءالله توی جلسات آتی راجع به درمانش هم با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون از توجهتون. شبتون بخیر.